متن طیبه که شجرت طیبه امام فخر رازی یکی از زیباترین برداشت‌ها رو درباره کلمه و قدرت کلمه مطرح کرده است. کلمه هست که باقی میماند، در این کلمه داوری هست، در این کلمه ارزش هست، در این کلمه نوع نگاه ما هست، زاویه دید ما هست، این کلمه ها باقی خواهد ماند. کما اینکه فرض بکنیم یک دفعه ما بیش از 50 سال قبل برگردیم ببینیم که در مجلس در اون وقت در اتمام دوره خفقان رضاخانی و یک دوره مجال تنفسی که برای کشور پیش آمده بود، یک استیضاح مطرح شد در مجلس. اتفاقا در اردیبهشت ماه هم بود این استیضاح، استیضاح دولت ساعد. دولت رو استیضاح کردن، چرا آزادی های مطبوعات رو به مخاطره انداخته است. استیضاح نمایندگان برای یک دولت در جهت اینکه دولت مقابله کرده با آزادی های مطبوعاتی. به طب ما اون استیضاح رو در تاریخ میخوانیم، مطلع میشویم. 50 سال دیگر هم همین استیضاح، همین سخنان به عنوان سند و مدرک در اختیار خوانندگان خواهد بود. اما نکته بعدی که عرض بکنم، چرا راه های استیضاح به شکل کامل طی نشد؟ یکی اینکه به محض اینکه من دیدم نمایندگان محترم بحث استیضاح رو در نطقای پیش از دستور به گونه ای اشاره میکنن که در واقع استفاده مجلس از حقوق قانونی هست، این پیامش استیضاح بود که از این حقوق میخوان نمایندگان محترم استفاده بکنن. در مصاحبه ها هم قدری روشن‌تر و شفاف‌تر سخن میگفتند. که من دو تا مصاحبه رو به عنوان نمونه گرفتم. دیدم مصاحبه جناب آقای زادسر و جناب آقای ترقی حدود 6 محور رو ذکر کرده. فرصت رو مختنم شمردم برای توضیح دادن تک تک این موارد. یک مورد چون من توضیح داده بودم که به طبع استیضاح مطرح شد. استیضاح که مطرح شد، نوعی شتاب زدگی در مطرح شدن استیضاح مشهود هست. این رو من از این جهت میگم که وقتی ما بنا رو بر دوستی و رفاقت میگذاریم به گونه عمل نکنیم که این شتاب زدگی محسوس و قابل استناد باشد. بنده اسفند ماه نامه‌ای رو خدمت جناب آقای ناطق نوشتم، از ایشون خواهش کردم که به دلیل مطالبی که در مجلس مطرح می شود، پیداست نمایندگان محترم شبهاتی رو در مورد ذات فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند. جناب عالی مقرر بفرمایید در جلسه سه‌شنبه غیر علنی مجلس من بیام مجلس، اونجا نمایندگان صحبت می کنند، بنده هم پاسخ خواهم داد. جلسه غیر علنی رو بنده حتما ترجیح می دادم در جلسه علنی، به خاطر اینکه دیگه لازم نبود که ما همینجور بعضی موارد رو بگیم کتاب یه نون خ و ت دال کافیه و از این قبیل که نمام متوجه بشم کدوم کتاب هست، که یادداشت بنویسم که این کتاب ها کدوم کتاب ها بود که جناب آقای حسینی مطرح کردن، و نه به طب مردم و نویسندگان جامعه فرهنگی که شنونده سخنان ما هستن. حتی من خدمت جناب آقای خاتمی هم که رسیده بودم، خدمت ایشون هم گفتم که من چنین درخواستی رو کردم و شما هم اگر مقتضی و مناسب دونستین در صحبتایی که با جناب آقای ناطق پیش خواهد آمد به این مطلب اگر لازم دونستین اشاره بشه. مدتی بعد جناب آقای نوبخت از هیئت رئیسه من با ایشون صحبت کردم، فرمودن که برای سه‌شنبه، در واقع نخستین سه‌شنبه‌ای بود که مجلس کار خودش رو شروع کرده بود، وقتی رو در نظر گرفتم. من هم بسیار خوشحال شدم که این وقت در نظر گرفته شده. یکی دو روز قبل از سه‌شنبه من اطلاع داده شد که نه، این سه‌شنبه وزیر خارجه و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواهند آمد. من هم گفتم که سلام نه، ما آماده هستیم برای هفته دیگر. در فاصله این سه‌شنبه تا سه‌شنبه بعدی به بنده اطلاع دادن که به دلیل تراکم کار هیئت رئیسه جلسه غیر علنی سه‌شنبه فعلا منتفی است. من هم گفتم واسم سلام نه، وقتی که به طب هیئت رئیسه تصمیم رو میگیرد طبیعی است که چنین انتظار ما نمیتوانم داشته باشم، گرچه به هر دلیلی حتما ضرورت هایی که پیش آمده بود. در سه شنبه بعدش جلسه گذاشته شد که جناب آقای زنگنه وزیر نفت و همینطور جناب آقای باقریان آمدن و توضیحاتی رو دادن. چهار شنبهش استیضاح خوانده شد. جناب آقای ناطق در مصاحبه‌ای که داشتن فرموده بودن که در جریان استیضاح نبودن. این مطلب در روزنامه های پنج شنبه منتشر شد. حالا چرا اینقدر شتاب زدگی؟ من که درخواست کرده بودم بنشینیم بحث بکنیم، و از طرفی اونقدر متن شما شتاب زده تهیه شده و خوانده شده که پیوست هایی که اشاره شده، این پیوست ها به رغم سخنانی که بسیاری از ناطقین امروز اشاره کردن که این کتاب ها همه در سال 77 هست، ببینیم به نظر من عین مروت در استیضاح این هست.
که وقتی در پیوست مواردی ذکر شده ناطقین محترم همونها رو ذکر بکنن، همونها رو بگوین، بعد بگن البته این مورد رو هم میشود اضافه کرد. خب کتابایی که در اینجا هست، نشریاتی که در اینجا هست، تقریبا اکثر نشریاتی که اشاره شد، نام برده شد یا به اشاره، در پیوست نیامده. یک بخشش رو من فهرست کردم که وقتی رسیدم نام میبرم. بعضی کتاب ها نیامده، بعضی مسائل مطرح نشده، که به طبع انتظار این هست که بالاخص وقتی که پاسخگوی شما یک عرض عریضی رو در پیش داره، بیش از 800 نشریه در کشور منتشر می شوند، روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه. خب به طبع وقتی که شما سوال میکنید بایستی این موارد مشخص بشه که پاسخگو بتواند اون موارد رو نگاه بکنه و موارد رو توضیح بده. ما برای اون چی که شما فرمودید دقیقاً جدولی رو تهیه کردیم متناسب با پیوستی که اشاره شده است، که این مقاله رو ما تذکر دادیم و تذکر ندادیم، به این مطلب اشاره کردیم یا اشاره نکردیم. البته باز من گله‌مند نیستم، به خاطر اینکه همین هم جزء حقوق نمایندگان محترم هست. نمایندگان محترم میتوانن، اصلا لازمم نبود 31 نفر امضا بکنن که جناب آقای تقوی که بنده خدمتشون ارادت دارم نفر 31می باشن، همون 10 نفر برای استیضا کفایت میکرد. اون 10 نفر هم اصلا لازم نبود که قبلش سوال بشه، قبلش تذکر داده بشه، قبلش بحث بشه. این طبیعیه که حقوق نمایندگان هست. اما وقتی شما میفرمایید همه راه ها طی شده بود، بنده عرض میکنم راه ها طی نشده بود. یک سوال جدی که نماینده قانع نشده باشد در مجلس مطرح نشد. در حوزه سینما، در حوزه همین بحث سود سپرده عمره که صحبت کردن، یک تذکر به ما داده نشد. حوزه معاونت سینمایی، بنده چون اهل گفتگو هم هستم، معاونان خودم پیشنهاد کردم که از کمیسیون ارشاد تقاضای وقت بکنن بیان سیاست ها رو توضیح بدن. تا به امروز کمیسیون فرهنگ ارشاد اسلامی به حوزه معاونت سینمایی ما وقتی نداده است برای اینکه توضیح بدن. خب اگر بحث سینمایی دفاع مقدس و ارزشی بحث مهم نیست و حتما هم باید بهش توجه کرد، چرا همکاران ما متقاضی وقت بودن به اونها وقت داده نشد؟ و از طرفی خود من مدام پیگیر این بودم که وقت گذاشته بشه برای ما، بیایم توضیح بدیم. حتی من گاه گمان میکنم که بعضی نمایندگانی که سوال کردن و سوال رو پیگیری نکردن از توضیح ما خسته شدن، به خاطر اینکه جناب آقای موحدی ساواجی به ما نمونه اومدن مسائلی رو مطرح کردن. من گفتم آقای موحدی ما آماده هستیم چند جلسه بنشینیم بخش به بخش جلو بیایم و توضیح بدیم. آقای نورا که اومدن گفتم بسیار خوب، یکی یکی ما این موارد رو توضیح میدیم که بعد دیگه یا کمیسیون به مصلحت ندید که جلسه بگذاره یا نمایندگان پیگیری نکردن. و از این جهت جمع‌بندی بحث من این هست که جناب آقای تقوی، جناب علی به عنوان دوست، معلم و سرور بنده، وقتی میفرمایید همه راه‌ها طی شده بود، که جناب آقای باهنر هم در مصاحبه تلویزیون دیشب مطرح فرمودن، بنده عرض میکنم که این راه‌ها طی نشده بود. البته حق شماست که این استیضاح مطرح بشود. نکته دومی که لازم هست من عرض بکنم این هست که به تبع وقتی که ریاست جمهوری محترم ما مطرح فرمودن که استیضاح یکی از نشانه‌های توسعه سیاسی است، استیضاح در هر صورتش نشانه توسعه سیاسی است. استیضاح اگر سیاسی هم باشد نشانه توسعه سیاسی است. این حق نمایندگان هست، به هر دلیل اکثریت دارن، یک گرایش مشخص است، میخوان وزیر رو استیضاح بکنن، میتوانن استیضاح بکنن. هیچ کس نمیتواند به یک گرایشی بگوید چرا شما به دلایل سیاسی استیضاح میکنید. این هم در واقع جزء همون حقوق خاص حوزه توسعه سیاسی است که این حق رو هم نمایندگان محترم داشتن که استیضاح رو مطرح بکنن. یک بحث نظری مطرح شد. البته من بخشی از حرف رو طبیعی است که نگه می‌دارم در نیم ساعت آخر، کما اینکه همینجوری یک حس پنهانی به من میگه که احتمالاً نفر آخری که صحبت می‌کنه دوست عزیز بنده جناب آقای باهنر هستن، که لابد یک سری حرفای حسابی رو هم در اون یک ربع آخر یا نیم ساعت آخر مطرح خواهند کرد. بنده‌ام بخشی از حرفای خیلی مؤثر رو می‌ذارم برای همون نیم ساعت آخر که به طب بایستی توضیح بدم. در مورد تساهل و تسامح که صحبت شد، ببینین برادران و خواهران گرامی، در بحث رأی اعتماد که ما مفصل صحبت کردیم، در اونجا من اشاره کردم چگونگی برداشتی که از این قضیه دارم.
یک نمونه این که لازم هست اینجا توضیح بدم که اتفاقا هم به حوزه مطبوعات مربوط می شود و هم به حوزه کتاب مربوط می شود. چگونگی رفتار و سلوک ماست با کسی که با او مخالف هستیم، در واقع چگونگی رفتار و سلوک ما با مخالف هست که می گوید ما چگونه اندیشه ای رو داریم و چگونه عمل می کنیم. یکی از بزرگترین افتخارات و البته می توانم عرض بکنم مهمترین افتخاری که من در دوران نوجوانی و دانش آموزی داشتم آشنایی با محضر حضرت آیت الله امامی خونساری بود. ایشون مجتهد صاحب رساله در عراق بودن، در مسجد آقا اکبر نماز می خوندن و بنده دانش آموزی بودم که با ایشون مرتبط بودم. گاهی هم بچه های کلاس رو جمع می کردیم خدمت ایشون می رفتیم و از ایشون می خواستیم که برای ما صحبت بکنن و نکته ای رو مطرح بکنن. هیچ وقت من یادم نمیره این موردی که تقریبا مثل یک چرج همه بحث مطبوعات و نویسندگان رو هم میتواند به گونه‌ای در بر بگیرد. ایشون آیه 8 سوره مائده رو برای ما تلاوت کردن، من بودم و دوست دیگری. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. آیه رو معنی کردن و گفتن که تقوای حقیقی و واقعی در چگونگی رفتار با دشمن هست که بروز پیدا میکنه، نه در چگونگی رفتار با دوست. آیه بر اساس تفاسیر مختلف، مثلا تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی، آیه رو درباره یهود بنی قریظه مطرح کرده با مجموعه مختصاتی که یهود بنی قریظه در سطح اسلام داشتن. شیخ طوسی ذکر میکنه که در واقع شما ببینید چگونگی رفتار عادلانه با دشمنان پیامبر هست. بیضاوی در تفسیرش ذکر میکنه که شما ببینید وقتی که با دشمن اسلام میگوید با عدالت رفتار بکنید، با دوست چگونه خواهد گفت. یک موردی رو مثال دادن جناب آقای امامی برای من، البته یک مقداری بنده رو ایشون به زحمت انداختند که حالا توضیح میدم چرا، ولی عجیب بود. یعنی دیشب وقتی که من به یادم آمد این قضیه، همینجور تا لحظاتی در واقع متأثر و مست بودم نسبت به اون لحظاتی که برمیگرده به حدود 30 پیش. ایشون گفتن که یک موردی رو من برای شما مثال میزنم که رفتار یک عالم شیعی است با یک کسی که مخالفه، مخالف نه اینکه مخالف نظریه سیاسی است، اصلا مخالف دین هست. رفتار شریف رضی با ابو اسحاق صابی، ابو اسحاق صابی که مسلمان نبود، یا صابئی بود به تعبیر امروزی که ما در جنوب کشور در خوزستان گروهی رو داریم صبی بود، یا اینکه مسیحی بود. موقعی که ابو اسحاق صابی فوت کرد، شریف رضی قصیده‌ای برای او گفت. تقریبا بسیاری معتقدند درخشانترین قصیده شریف رضی در دیوان او همین قصیده است. یکی دو بیت شما میخونم. اعلمت من حملو علی الاعوادی ارعیت کیف خبع ضیاء النادی جبل هوا لو خر فی البحر اقتدا من وقعه متتابع الازبادی ما کنت اعلم قبل حتی که فترا ان السرا یعلو علی الاطوادی لا ینفد دمع الذی یبکا بهی ان القلوب له من الامدادی. تا بیش از 100 بیت. این که من میگم به زحمت افتادم، آقای امام گفت که این قصیده رو بایستی حفظش بکن. گفتم این خیلی کار پر زحمتیه. گفت یک روزی به دردت خواهد خورد، به یاد من هم خواهی افتاد و ذکر خیری از من هم خواهد شد. چه گفته شریف رضی برای ابو اسحاق صابی؟ میگه میبینید این کسی رو که در این تابوت ها دارن حملش میکنن چه کسی است؟ میبینید که شمع محفل ما خاموش شد؟ میبینید که اگر این کوه عشق در دریا فرو میرفت چگونه موجه های خروشان این دریا به تلاطم در آمدن که این کوه عشق در اقیانوس فرو رفت، در دریا فرو رفت؟ میگوید که من
قبل از اینکه خاک تو را بپوشاند گمان نمی کردم که خاک می تواند کوههای بلند را هم بپوشاند. عشق چشم برای تو تمام نمی شود. قلب ها هستن که باید عشق چشم را یاری بکنن، چشمان را یاری بکنن. خب ما که چنین فرهنگی رو داشتیم،